سخنران بعدی ما آقای دکتر سعید پیوندی هستند. اگرچه آقای دکتر اسدی چندین بار ایشون رو معرفی کردن، ولی من باز هم در موردشون صحبت میکنم. ایشون جامعه شناس و استاد دانشگاه در پاریس هستند. سالهای درازی است که در رابطه با مسائل آموزش پرورش و خاصه در رابطه با جوانها کار میکنن. اخیراً کتابی رو چاپ کردن در این رابطه، در مذهب و در تعلیم تربیت در ایران. ولی اصل کاری رو که ایشون در این رشته ها در رابطه با ایران انجام میدن اینه که نسل آینده ایران برای اینکه آماده بشه برای آینده خودش به چه ابزاری نیاز داره و این مفاهیم رو در رابطه با حقوق بشر و جامعه باز که باید آشنا بهش بشه رو توی صحبتاشون مطرح خواهند کرد. آقای دکتر پیوندی بفرمایید. خیلی ممنون که این فرصت صحبت به من داده شده. من فکر میکنم که 4 تا ورودی قبلی به مطلب، یعنی از جایگاه حقوقی، اقتصادی، روانشناسی و روانکاوی، در حقیقت به اندازه کافی نشون میده که این مبحث پیچیده است و واقعا نمیشه یه بودی بهش نگاه کرد، باید از زاویه های مختلف بهش نگاه کرد. و این مسئله اعتماد که عنوان مهم این سمینار هم هست، در حقیقت واقعا مفهوم پیچیده‌ایه که سطوح مختلف داره و همه رو نمیشه با هم دیگه قاطی کرد و هیچ جامعه در دنیا وجود نداره که انسجام داشته باشه مگر اینکه یه اعتمادها یا سطوحی از اعتماد در اون جامعه وجود داشته باشه. عالی‌ترین شکل اعتماد، اعتمادی که شهروندان یک جامعه به حکومتشون دارن، به قانونشون دارن، علی همین هم به اون قانون احترام میذارن و خودشونو در واقع وابسته به این قانون میدونن و احترام به اون اجازه وظایفشون میدونن. و در مقابل جوامعی وجود داره که در واقع قانون هیچ معنای خاصی برای مردم نداره و جز حروف مرده بر روی کاغذ نیست. در همه این جوامع قانون وجود داره ولی در یه جایی خیلی خوب اجرا میشه و در یه جایی هم اصلا اجرا نمیشه. اگر ما برای مثال پدیده فساد رو بگیریم که الان یک سازمانی هست که در دنیا بهش نمره میده، میبینیم که یک رابطه خیلی مستقیم وجود داره بین رابطه مردم با قانون و اعتمادشون به حکومت و فساد. اون جوامعی که مثل نروژ، سوئد، دانمارک بالاترین نمره رو میگیرن، مشهورن به خاطر این رابطهشون، و در مقابلشون کشورهایی که پایین‌ترین نمره رو میگیرن کشورهایی هستند که این رابطه اعتماد با حکومت، قانون، نهادهای رسمی درشون بسیار ضعیفه، برای اینکه مردم اصلا در واقع یه برداشت دیگه ای از اون قانون و یه حکومت دارن. به خاطر همین هم هست که در حقیقت اون حکومت هایی که به این اعتماد مطمئنن خیلی راحت‌تر دموکراسی رو میپذیرن، حقوق بشر رو میپذیرن، برای اینکه این انسجام ملی و همگانیشون و جمعیشون بر اساس این احترام مشترک و عمومی بر یه سری قواعد و ضوابط در واقع شکل گرفته. و اون حکومت هایی هم که در واقع به این اعتماد ندارن و میدونن که مردم بهشون اعتماد ندارن و مردم به اون قانون و به اون تشکیلات اعتماد ندارن، بیشتر سختگیری ها رو میکنن، دیکتاتوری ها میشن. و در واقع من فکر کنم که به هر حال موضوع بحث من بیشتر نظام آموزشی است، برای اینکه نظام آموزشی در اون روندهای جامعه پذیری و روندهای فرهنگ پذیری نسل جدید هر جامعه ای فعالانه مشارکت میکنه و در حقیقت بخش از این فرهنگ اعتماد رو به وجود میاره و درش مشارکت میکنه، چه از طریق مفاهیم و مطالب و دانستنی هایی که به بچه های ارائه میکنه و چه از طریق کارها و کارکرد روزمره خودش. یعنی به هر حال نهاد آموزشی اولین نهاد رسمی است که بچه باهاش سر و کار پیدا میکنه و اولین جایی که بچه با نهادها و در واقع چارچوب‌های رسمی، هنجارهای رسمی جامعه آشنا میشه. بنابراین خیلی مهمه که این اولین تماس بچه با نهادهای رسمی یه تماسهایی باشه که در اون این اعتماد و در این در واقع میل به پذیرش قانون و میل به در واقع اعتماد را در اون ایجاد. من اگه برگردم به نظام آموزشی ایران، خب تو همه نظام‌های آموزشی دنیا یه سری هدف‌های عالی، هدف‌های برتر وجود داره که
اونها در واقع از طریق نظام آموزشیشون، از طریق مدرسه و نوع تربیتی که پیشنهاد میکنن در حقیقت اونجا اعلام میکنن. برای مثال اکثر نظام های اروپایی رو اگه نگاه کنید به هدف های نظام های آموزشیشون، برابری بین زن و مرد، برابری بین همه انسان ها، برابری بخت های برابر برای انسان ها، آشنایی با مفاهیم جامعه باز، حقوق بشر، دموکراسی، اینا جزو اصلی ترین هدف های در واقع نظام آموزشی هستن. در حال در کنار تربیت افراد برای ورود به بازار کار یا در واقع روند وارد آشناییشون با میراث فرهنگی و اینا، این بود در اهداف کلی نظام های آموزشی خیلی جای برجسته داره. من وقتی هدف های نظام آموزشی ایران رو از طریق در واقع سه منبع مهم بررسی میکنم، میبینم که اینا متاسفانه در این مفاهیم و این مسائل خیلی اساسی ترشون هیچ جایی ندارن. یعنی اگه من این سه تا منبع رو قانون اصلی آموزش ایران که در سال 1305 در سال 1966 در مجلس تصویب شده که قانون اساسی آموزش ایرانه، تمام تصمیمات ستاد انقلاب فرهنگی که در پیریزی این نظام کنونی خیلی نقش داشته در ایران، ستاد انقلاب فرهنگی ایران، و بالاخره گفتمان مسلط 4 سال اول انقلاب از زبان رهبران اصلی انقلاب آیت الله خمینی و بقیه، من یک کار آنالیز تقوی تحلیلی کردم از اینا و از اینا 4 تا عنوان یا 4 تا در واقع محور مهم در آوردم که ببینید که این محور ها هیچ ارتباطی با در واقع اون مفاهیم اساسی که در خیلی نظام های دیگه هست ندارن. اولین در واقع محور این تربیت، محور این گفتمان یا خطابه آموزشی در ایران در 30 سال گذشته، تربیت فرد جدید اسلامی است با موافق و هماهنگ با جامعه اسلامی که در حال ساخته شدن هست، و برای همین هم هست که اصل اول قانون آموزش و پرورش ایران برتری تزکیه بر تعلیم، یعنی یک فرد باید اول تزکیه بشه، مسلمان خوبی باشه قبل از اینکه تبدیل به متخصص بشه. دوم اعتلاء فرهنگ اسلامی است به عنوان هر حال با این درک که این فرهنگ در 70 80 سال گذشته در ایران به خصوص بعد از انقلاب مشروطیت تحت فشار فرهنگ‌های بیگانه یا فرهنگ منحرف داخلی بوده و بنابراین اعتلاء این فرهنگ به عنوان هدف نظام آموزشی، و بعد خودکفایی و استقلال کشور برای اینکه در ذهنیت ایرانی از 100 سال پیش استقلال اقتصادی و استقلال سیاسی جای بسیار مهمی اختصاص میده به خودش. خودکفایی اصلا یک لغت، یک واژه کاملا کلیدی در ذهنیت ماست. حتی ما در عصر جهانی شدن که همه مرزها وا میشه، همه چیز داره با هم متبادل میشه، باز هم دنبال خودکفایی هستیم که به بیگانه و به خارج از ایران وابسته نباشیم. این هم برمیگرده به گذشته های دورتر تاریخی و کشور ما دائم در معرض هجوم های مختلف بوده، هم برمیگرده به دخالت هایی که در کشور ما شده توسط بیگانگان، و این ذهنیت ایرانی همیشه این استقلال و این خودکفایی رو واقعا در مرکز توجه خودش قرار میده و در این گفتمان نظام آموزش ایران هم این مسئله در همه جا منعکس میشه. و بالاخره چهارمین محوری که مطرح هست مبارزه با فرهنگ غرب هست و جلوگیری از نفوذ غرب در ایران. این همه جا خیلی مسلط در چه در داخل کتابای درسی چه در گفتمان رسمی. حالا در حقیقت میشه گفتش که با این تحلیل محتوایی میتونیم متوجه بشیم که تقریبا در کمتر جایی این مفاهیم حقوق بشر، دموکراسی، جامعه باز و مفاهیمی که به بحث امروز ما به خصوص مربوطن مطرحن، برای بچه‌ها مطرح میشن. حتی در کتاب‌های درسی بارها انتقاد میشه به نظام‌های غربی به عنوان نظام‌هایی که دموکراسی سوری دارن، یعنی این که انتخابات اونجا هست یا مردم آزادن که هر حرفی بزنن یا بقیه آزادی‌هایی که برای احترام گذاشته میشه بهش، اینها دموکراسی‌های واقعی و آزادی‌های واقعی نیستن. آزادی واقعی اینن که با یک جامعه با مبتنی بر ایمان، مبتنی بر دیانت باشن. و برای همین هم از این زاویه در حال با این گفتمان به قول خودشون غربی کاملا فاصله میگیرن و نگاه انتقادی دارن به این. به هر حال این چیزی که در گفتمان رسمی و در قوانین و سیاست‌ها
من ازش صحبت کردم در محتوای کتاب درسی منعکس هستن و هم در حقیقت پراتیک و کارکرد و عملکرد روزمره نظام آموزشی. یعنی بچه‌ها در مدرسه هم با روابط آموزشی عامرانه طرفن، با کنترل و نظارت سیاسی و ایدئولوژیک طرفن، مجبورن خیلی کارها رو بکنن، اون کارهایی که دوست دارن اجازه ندارن انجام بدن، اونها رو مجبورن مخفیانه انجام بدن، تعداد زیادی ممنوعیت دارن که مجبورن با اونا سر بکنن و دائم راه حلی پیدا بکنن برای اینکه این ممنوعیت‌ها رو دور بزنن. در واقع یه نوعی ما با یک دوگانگی فرهنگی بچه‌های ما آشنا بشن خیلی زود، که یک طرفش فرهنگ رسمی، نهادهای رسمی، گفتمان رسمی است و یک طرفش میشه گفتش میشه گذاشت فرهنگ پنهان یا غیر رسمی جوونا و اون چیزایی که جوانای همه دنیا زندگی میکنن و جوانای ما متاسفانه اجازه ندارن با آسونی اونا رو زندگی بکنن یا مجبورن که در خفا در پنهان حداقل بخشیشو زندگی بکنن. برای همین هم هست که بچه‌های ما این دوگانگی و چندگانگی و تناقض‌ها رو دائما درونی میکنن از کوچیکی، مجبورن یه سیستم‌های دفاعی برای خودشون درست کنن برای اینکه چه چیزایی رو کجا بگن، چه در مقابل خانواده، چه در مقابل نهادهای رسمی، چه چیزایی رو نگن، کجاها چه چیزایی رو فقط بین خودشون بگن. و بچه‌ها در گفته‌های در مصاحبه‌های دو طرفشون با من مثلا مطرح می‌کردن که اینا چجوری برای اینکه آرایش بکنن فسایل آرایشون کیفشون رو می‌گردن، اینا رو قایم می‌کنن، مثلا لای دفترچه‌شون ماتیک می‌مالن که بعد بمالن مثلا روی لبشون برای موقع بیرون رفتن از مدرسه، یا چه حقوق‌ها و یا چه در واقع کارهایی رو باید بکنن که بتونن یه نوعی جوونیشون رو زندگی بکنن. خب ما اگه مقایسه بکنیم با یک بچه‌ای که در نظام‌های غربی یا در نظام‌های باز طور کلی، حالا چه غربی چه غیر غربی، تربیت میشن، می‌بینیم که این تحمیل دائمی ممنوعیت‌ها به بچه‌های ما در واقع یه نوعی در ناخودآگاه اونها اون چیزی که آقای پرانفر اسمش رو گذاشت در واقع گندیدگی‌هایی که ما زندگی می‌کنیم درش رو، اینها رو در واقع در خودشون انباشته می‌کنن و این ناخودآگاه اینها پر است از در واقع اون چیزایی که نتونستن انجام بدن، یه جور دیگه مجبور شدن بگن، یه جور دیگه مجبور شدن بیان بکنن. حتی بچه‌ها درس‌هایی که بهشون گفته میشه خیلی موقع برای اینکه درس‌های ما فقط در کتاب تعلیمات دینی و قرآن نیست که بچه‌ها با مفاهیم مذهبی آشنا بشن، تاریخ، تعلیمات اجتماعی، فارسی، تمام کتاب‌های ما به نوعی کتاب‌های دینی هستن که درش همون مسائل در واقع گفته میشه، حتی تکرار میشه چندین بار برای بچه‌ها، حتی برای بچه‌های سال اول دبستان به مفاهیم پیچیده مثل حج، شهادت مثلا اینا مطرح میشه و این بچه‌ها هیچ رابطه قابل فهمی برای خودشون با این مفاهیم ندارن. برای همینم هم درست مثل فرمول ریاضی و گاهی فیزیک شیمی با اینا برخورد میکنن، ولی این به همین سادگی فیزیک شیمی هم نیست، برای اینکه یک جای خلاصه با روانشون در رابطه قرار میگیره، برای همین نمود و بودشون به قول روانکاف ها با هم دیگه همیشه همراه نیست و این اون تناقضیه که اینها در واقع در روندهای جامعه پذیریشون با هم دیگه باهاشون زندگی میکنن. برای همین هم هست که ما در واقع با چند فرهنگ و تناقضهای فرهنگی و تفاوتهای نسلی بسیار زیاد در ایران مواجه هستیم که یه نوعی بحران هویتی دائمی رو تو جامعه ما به وجود میاره و در این شرایط به نظر من صحبت از اعتماد، عدم اعتماد چیزی خیلی غیر طبیعی است، برای اینکه به چه جهتی نوجوان و جوان ما باید به نهادهای رسمی، به حکومتش، حتی به خانوادهش اعتماد بکنه در حالی که اصلی ترین نیازها و اولین و نیازهای اولیش به راحتی نادیده گرفته میشه یا سرکوب میشه، به خصوص جوانی که امروز دیگه نمیشه در چارچوب مرزهای ایران بمونه، همون جوری که همه جوانای دنیا این جهانی شدن رو زندگی میکنن، اینها هم این جهانی شدن رو زندگی میکنن. برای همین هم وقتی شما میبینید که برای مثال یه فیلم غربی که هیچ وقت یا یه فیلمی برای خارجی که هیچ وقت در تلویزیون ایران نمایش داده نشده، هیچ وقت در سینما ایران برای اکران نرفته، ولی اکثر جوانان دیدنش، در واقع اینا اون پیچیدگی‌های امروز جامعه ایران از بعد هویتی هستن که جوانان ایران دیگه باید سرهم‌بندی بکنن یه هویتی رو در مجموعه از روابط متناقض و اونطوری با این ممنوعیت و تناقض سر بکنن که در واقع کوتاه‌ترین راه برایشون برای رسیدن به هدف است. برای همین هم خیلی چیزها، عدم اعتماد، فرصت طلبی، دورویی، دروغ گفتن، تمام اینا جزو طبیعت دوم بچه‌های ما میشه و متأسفانه
جامعه ما درگیر این مسئله اساسی است. وقت در چنین جامعه‌ای در حقیقت مفاهیم مثل دموکراسی، حقوق بشر، جامعه باز که نیاز یک نوع دیگه روابط اجتماعی است، اینو روابط اجتماعی دیگه ای را طلب می‌کنه و در درون این نوع پراتیک اجتماعی دیگه به وجود میاد، متاسفانه یه مفاهیم میشن که گاهی حتی گاهی آدما میگن ولی هیچ نه پراتیکی دارن و نه گاهی به طور عمیق میفهمن که اینها متاسفانه یعنی چی. اینا گرفتاری خیلی بزرگ جامعه است. من نمیخوام در حقیقت اینجا خیلی با یک لحن بدبینانه سخنم رو تمام بکنم، ولی من میخوام بگم که اگر ما در ایران امروز دموکراسی نداریم، با اینی که در بام دنیا وایستادیم و ملتی بودیم که باهوش بودیم و میتونستیم در لحظات تاریخ خیلی چیزا رو بفهمیم، ولی متاسفانه یک بخشی از اینی که ما دموکراسی نداریم، اون اعتماد در سطح ملی نداریم و این ضعف‌ها رو داریم، اینه که ما شاید علیه دیکتاتور و مستبد مبارزه کردیم ولی علیه استبداد و دیکتاتوری مبارزه نکردیم به طور واقعی، و به خاطر همینم چون تربیت نشدیم با این مفاهیم، بنابراین امروز در ایران نیروی دموکرات ضعیفه، چون ما دموکراسی رو که نمیتونیم بدون دموکرات بیاریم. بالاخره دموکراسی نیاز داره به سری دموکراتایی که واقعا معتقدن و این به در تجربه روزمره‌شون هم اینو منعکس میکنن. نوع روابط سیاسی و اجتماعی ما در گذشته، در مدرسه، در داخل جامعه، بین احزاب ما، بین خانواده و جوانای ما، هیچ وقت اجازه ندادن یا خیلی کمتر اجازه دادن، برای اینکه خیلی هم بدبین نباشیم، که ما این روابط دموکراتیک، مسائل هنجارهای حقوق بشری یا جامعه بازا تجربه بکنیم و تمرین بکنیم. حتی گاهی برایش مبارزه هم کردیم ولی تجربهش نکردیم، و به خاطر همین هم هست که خیلی انتزاعی گاهی با این مفاهیم طرف هستیم و اونقدر هم در واقع گاهی دموکرات نیستیم که مدعی هستیم. و شاید یکی از گرفتاری بزرگ جامعه ما هم همین فاصله است که بین شعور و حرفای ما هست، بین چیزایی که میگیم و کارهایی که به طور واقعی در عمل انجام میدیم. و من فکر میکنم که نظام آموزشی ما متاسفانه به جای اینکه در جهت تربیت یک نسل آماده برای دنیای جهانی شده، برای جامعه با جامعه دموکراتیک بشه، یه نسلی میخواد تربیت بکنه که جامعه ما رو به قهقرا ببره. و این من نمیخوام بگم که جوانهای ما در واقع سوژه های منفعل این آموزش هستن، ولی ابزارشون هم متاسفانه برای اینکه تبدیل بشن به انسان‌های باز، پرسشگر، دموکرات، معتقد به حقوق بشر هم کم هست. همه چیز نسبیه، ولی باید فکر کرد که ما در شرایط بسیار دشواری از این نظر قرار داریم، و من فکر نمی‌کنم ما بدون اینکه بتونیم نسل‌های جدید رو با این فکر و با این فرهنگ تربیت بکنیم، خیلی باید فکر کنیم که جامعه ما شانس تخت تغییر خیلی مهم داره. خیلی متشکرم آقای دکتر پیوندی. نکات شما نکات کلیدی است. انتخاب یک مثالی رو آقای دکتر اسدی زدن در رابطه با آقای دکتر شبنمی. وقتی آدم پیش یه پزشک میره، میگه که من با این موقعیت این دردها رو دارم و حالا برام چه دارویی رو تجویز میکنی؟ من فکر میکنم که این میزه گرد ما قطعاً نه مثل سازمان ملل متحد، نه مثل پارلمان اروپا، نه مثل این سازمان های حقوق بشری هیچ قدرت اجرایی نداره. ولی در حال ما در نهایت باید بتونیم که یک برای این ریشه هایی که میشناسیم پیشنهاداتی رو داشته باشیم که امیدوارم به هر حال ما توی این میزگرد ها یه درصدیش رو پیش بریم.